این منم. خونه ما نزدیک آی ولد آباد کرجه، توی دشتی که نه آب داره نه برق. بابای من یه خونه نصف کاره ساخته که هیچ چیزش درست و حسابی نیست. تازه حمامم نداریم، دست بابام توی حیاته. حیاتمونم که اصلا موزاییک نداره. ننه خواهم برای اینکه بابام ما رو برداشته و برده یه جای بیدر و پیکر، همش بابامو ناله و نفرین میکنه. ننه خواهم مامان راستاکیه بابام که نیست، زن باباشه. بابام که سرخورد که این کار نکرده، دکتر بهش گفته. آخه بابا مریضی تنگ نفس داره، دکتر بهش گفته باید یه جای خوش آب و هوا باشه وگرنه زودی میمیره. ما همان وقتی دعوامون میشه یه اسمی داریم. اسم داداش بزرگم چند بلغوزه، اون یکی هم مشکماله. اونا هم به من میگن شلخته. بعضی باخته هم به خاطر موهن شورده گردن به من باخ پنبه هم میگن که یه جایی تو قومه. چقال بادون خبرچین خونمونه. مادر خدا بیامرزم ما رو پشت سر هم زایده، چون یزدیه. یزدام هر چقدر بچه بیشتر داشته باشن بهتره. پشت خونه ما باغ‌های گلابی و گیلاس و سیبه که همینجور تا ته آسمون باغی و باغ و باغ که تا ولد آباد هم میرسن، همونجا که مدرسه ماست. ننه‌خا میگه تا مدرسه ما 100 فرسخ راهه، یعنی دوره. به بابام گفته باید خودت بچه ها رو ببری و بیاری. بابای من راننده این ماشین کفش بله. میبرمتون بابا، حالا این دفعه خواستیم بریم زیارت امام رضا، علب دریا میبرمتون، بریم دریا رو هم ببینیم. ببنده رو بابا. خدافظ. بابا خدافظ. بابام همیشه سرفه میکنه، اون همه جور دوا و دکتری کرده و خوب نشده. آره ماشین ماست. بابام پیش دکتر علفی هم رفته، پیش همه دکترا، اما خوب نشده. خاله امینه برای فوت پسر عموی آقا خبیب اومدن کرج. اونا خونهشون تو ابرندآباد یزده. خاله‌م اسمش بیسکینه، شوهرش آقا حبیبه، طاهرم پسرشونه. خواستت مرتضا چطوره؟ او هم خوبه. خدا شکافشون زهید؟ بله، اونم گل انار بنده. خوش اومدی. رس خوشی شد. خوش اومدی. باشو بیسکی، باش برو چادر تو عوض کن، شکون نداره زن پا به ما سیاه بپوشه. چکا کنم، مجبورم. خوب باشو.
طاهر هیچ وقت من نمیگه شلخته، خیلی اخلاقش با من خوبه. تنگی نفسا نبود گل بکنه، نبود عد بزنه. من که هیچ وقت عد نمیزنه مادر. سرخ کردنی که میخوری جلو شکم وامدت که نمتونی بگیری. من گم آقا خفو چرا ایرو شو چیزی نی نه هر وقت ناپریزی میکنه انجوره که میشه. نه نه ببر بیرون خفشه، خفشه در تو رو امام حسن ببر. یا خب من چشم نظرم ها. خدا نکنی یه وقت اونجا که دکتر گفتم بابام بمیره. بابا اون پیش بسرک بیار بیار بابا بذار دم درم بابا بیار. چه دیر کردی؟ هفته بودم آب بخورم خانم. بچه ها برای نوروزی دست بزنین، دیکتش 20 شده. خب بچه ها برای ایرج پرتویی هم دست بزنین، دیکتش 20 شده. آخه قدوم نورم بر با نکن خوبرد نکن بابا نمتونی نکن برو ما. آخ تو کارتون یخته عقب بشی، یخته عقب بشی، برای چش ضرر داره حالا. بلوره کریمی 8 ساله از رشت نقاشی بعدی اونو پرویز دادرس برام فرستادن از تهران. آقا پرویز 9 سالشه، پرویز عضو کانون پرورش فکری کودک و نوجوان هم هست. نقاشی دیگه همونو یه پنبه تو روش بمالم عد که هیز چقدر با آدم نگاه میکنه. کیو میگی؟ توه این میگی؟ اینکه نمیبینه مارو چی میگی؟ نمیبینه؟ نمیبینه بابا این مارو نمیبینه. خوب هم میبینه، هرچی زور زده تو چشای من که نگو. نه بابا نمیبینه. بسیار زیبا کشیدم. خب بچه های گلم نقاشیاتونو به این آدرس برای ما ارسال کنید. تهران، خیابان پهلوی، خیابان. ای بابا چرا خاموش کردی؟ داشتم نشونش نوشتم که نقاشی بفرستم واسه تلویزیون. نه دیگه بستونه. پاشین، با توی ماشینم هم تموم میشه. پاشین به درس مشقتون برسید. هم بهتر که خاموش بشه این جبی جهندم، هم که رقص آواز حرومی نشون میده، هم که شما نمیدونیدون باباتون از کجا برده این تلویزیون. من نمیدونم تو چه دشمنی با این بدبخت رو داری، نقل دهنت میشه غربت. یا بابا این همون زمانی که من تو کوچه خیابون آواره بودم، اینا زیر دست بال من گرفتن جمع و جنوب کردن. اونا زمانی که من شاگرد بنا بودم آوردن سر سفرهشون نشوندن یه لقمه نون گذاشتن جلوم. والله اون دنیا باید جواب بدی. حالا من گفتم عوض صد بربر برشون کار کردی، حمالیشون کردی قریب پرست. من که زن باباتم پام لبگوره، بچه ها ترخوش میکنم. اونا وقتی زن مرده یه بار مدن در این خونه رو بزنن بگن خرید به چمن. یا خدا بچه پاشو پیس پیسک بده ما، پاشو این پیس پیسک بده ما. یا خدا نمیرم آزم وقتی که شاگرد بنا بودی من که زن بابات نشته بودم. بده بابا، بده بابا، برای خودت یه چیزایی میگه. شلخته این ماهی شده گودت صبح صبح شو نکن، من غذاب نکشم. ای خدا اینم پسر بود
ننه قام راست میگه، موهای من همیشه شورده گوریده است. ایرجا تو مدرسه همون موهاش سیاه و صافه، این تو فیلم ها. حتما از دختری شلخته بدش میاد. خب بیاد، من که درسم خوبه. من حوصله ندارم موهامشون کنم، چون فقط باید درس بخونم تا بزرگ که شدن دکتر تنگ نفس بشم و بابام خوب کنم. کارنامه شاگرد سوممون علی میرزا، معدل 16.5 شده، براش دست بزنیم. ایرج پرتوی شاگرد دوممون شده، اشکال نداره، یه غلط کوچیک تو املا داشتی، حواستو برای سورس دوم جمع کن. دست بزنیم برای ایرج، خیلی هم پسر با انضباطیه. خب حالا ای گفته شده اولمون کیه؟ بهار نوروزی شاگرد اولمون شده، براش دست بزنیم. آفرین بهار، آفرین. بگو دل موبتو حلقه. نه آقا شاگرد اول شدم. ای کوفته کاری بگیری نفردم چه کردم، همجاب نکشتی بلند شدم خاک به سرت. به خیالم چه شده، خدا عقلت بده بچه. نه صدای سگ با وفای خانه بلند، صدای سگ با وفای خانه که بیرون نشسته بود. واق واق یعنی هم به تو رود به ما لنگا جمع کن. حسنک می آید، اینقدر صدا نکنی. یه ذره آروم بگو، جا موندم. مگه من نکردم که آروم بگم؟ ای یه ذره آروم بگو دیگه، با قم به با ببینش سها یه چه آدمو در میاره. بک بسر دن تو ببین، حرفوف نزن، از او یاد بگیر. حتی کلاسش پایینتر داره به دیکته میگه بینویس بینویس. عشقاتو بکن درد بگیری. همه دیرو یک از تخمق بردم دام خانیتون قبولت کنه. خب پنبه شلخته، فقط یه چه گیرت بیارم، یه دمور از روز کارت در بیارم. بابا بابا سها بره نیزه بلنشم، ها بلنشم سیاه کبودت بکنم. باید از شکم خودم و این بچه ها بزنم بریزم تو خیک معلم ها تا بهت نمره بدم. بنویز نمیخوام. پاشو بابا پاشو. بچه کت موار بیار، بودو با. داشت شاگرد اول شدی ها؟ چرا با داداش دعوا میکنی با؟ این جایزته به خاطر اینکه شاگرد اول شدی. وای قایب، این که پسرونه است. این چیزا مال قدیم ندیما بود، پسرونه دخترونه داشته باشه. قایقم قایقا قدیم. این بابا بابا قدی داشت با اینو توش نف داشت. میکنی بابا اون فیتلش آتیش میکشه و میذاری رو آب خودش را میره بابا. قربونت قدی برم. خب آننه آخرش بخونه بی خوب شد. ما محرم به یزد میاییم، یعنی شما میرین من که نمیرم. افسر خانم میگوید که برای ما رب انار کنار بگذارید، گل سرخ و سفید و ارغوانی فراموشم نکن تا میتوانی. و سلام. خوب شد با مدرش رو بذار پشت گوشم مثل نجارا. پشت گوشم بذارم؟ پشت گوشم که نمیره، میذارم تو گوشم بابا. بابا چیه؟ قایقه. خودم میدونم قایقه، یکی بهترشو داره. خب بذاشت داده دو ترخن. مگه خول شدم؟ این به درد من نمیخوره. چه قشنگه، اما آدم هدیه رو به کسی نمیده، پیش خود نگهش دار. آفرین دخترم. حالا من برای یه هدیه به درد بخور دارم.
به کسی ندی شا، به کسی نده، باید با اینا بیای مدرسه. خدا رو شکر انگار به هوش اومد. عزیزم، دخترم، الهی من قربونتو بشم. بیا قربونت بشم، بخور. نترس دیگه، بخور. بخور عزیزم، بخور. بخور قربونت بشم. زمینمون اونور نهر آبه. کجا؟ بالاتر خونه ما یا پایین‌تر؟ نه بالاتر، نزدیک باغ حاجی آقا خنکار. آره بلدم، باغ زردالو رو میگه. صبح داشتیم میرفتیم سر زمین، دیدم این دختره افتاده تو آب، بیحال بود. سگام داشتن بالا سرش باغ باغ میکردن. خالت خود چقدر بجراهم کرد. بله بیخ گوشمون رد شد. بله تصدقت بره نن آقا. ببخشین دید دستون درد. بهر دیشب رفته بود سر قله که نده داشت با چاقو میبریدش. نزار خانم جان با چستی که برای چی میزنی؟ بیا بابا بیا. خیلی دلم خنک شد که نه نخوام زد تو دهن چغاله بدون. دلم میخواست بگم دماغ سوخته میخری. خانم آقایی که رفتن دلم میخواست تا آخر اون پیش اونو بمونم و بچه اونو بشم. بابام گفت امشب برات قصه حسن کچل و گوهر شب چراغ برات تعریف کنم. قصه تعریف کردنش خیلی خوبه، همچین ادا در میاره که نگو فکر میکنی داری کارتون میبینی. سهر یواش بابا، میخوری چرا نفتش میریزی؟ خب کجای قصه بودیم دیشب؟ اونجا که دور دو شب را میرن. آفرین چقدر باوشی تو. خلاصه دو روز و دو شب راه میرن تا میرسن بالای کوه بلند. اون بالا که میرسن میبینن که یه برکه خیلی بزرگی بالای کوه. دور تا دور این برکه درخت‌های بلند سر به فلک کشیده است. وسط برکه رو که نگاه میکنم میان یه دختر قشنگی مثل ماه شب 14 همطور تو قول زنجیر وسط برکه است. همطور هم داره گریه میکنه و اشکاش میریزه تو آب برکه و میشه گوهر شب چرا. دختره به دختر پادشاه و حسن کچل میگه که من یه دختری از سرزمین پریا و از جنه هستم که دیو سیاه بدجنس من تو قل زنجیر کرده این وسط اسیرم کرده. شما حالا باید من نجات بدی. همطور هم داشت گریه میکرد. حسن کچل و دختر پاچا با هم دیگه نگاه میکنن، دلشون برای چیز میسوزه، میگن ما باید بریم این نجاتش بدیم. میرن خلصه این بیچاره رو از وسطه نکو تو دماغت حالم به هم خورست تخته بذارن نگوشه در بیرون. میرن خلصه از قل زنجیر نجاتش میدن. نمال به فرش دیگه بابا. نجاتش میدن و این پری خیلی خوشحال میشه، میگه حالا که من نجات دادی میشه یه خواهش کوچولو دیگه هم ازتون بکنم؟ میگه بو پریه به دختر پاچا میگه من یه پدری دارم تنگی نفس داره، میشه یه آرزویی بکنی، یه جادویی بکنی، یه کاری بکنی پدر من مریضیش خوب بشه؟ میگه چرا که نمیشه، ولی یه شرطی هم داره. شرطش هم اینه که دیگه موهات شوریده گوریده نباشه، اون وقت سر سال تعبیر اگه چشات ببندی آرزو کنی خدا هر آرزویی داشته باشی چی؟ برآورده میکنه. بشینیم بشینیم. خب
بچه ها، من از فردا دیگه سر کلاس شما نمیام، باید از مدرسه برم. خانم آخه چرا؟ حالا فردا رو هم میام دیگه، بعدش رو چون ما خواهد کسی موهاشو نرم. خانم اجازه من دلمون براتون تنگ میشه. خانم میشه نرین؟ من باید یک کار بزرگی برای خانم قهرمانی انجام بدم. الان چه وقت مدرس اومدنه؟ کجا بودی تا حالا؟ مگه تو کلاس نداری؟ بودو برو سر کلاست. بودو برنشو برو سر کلاست. بودو ببینم. بودو سری. پیدا نشد که نشد. عیب نداره. وقتی که بزرگ شدم دکتر تنگ نفس که شدم بابامو خوب میکنم، از پول دکتریم میرم یه گردن بند میخرم، خانم قهرمانی هم که پیداش کردم میدم به خانم قهرمانی. فردا عیده، بابام آب بشکه رو گرم کرد، نادر و کمال رو برد همون شست. خوش به حالشون. بابام خیلی یواش هم برگوز و موشیک رو میشوره. بعدش من نناقه و چاقل بادم و سوار ماشین کفش بلا کرد برد همون ولد آباد. نناقام همونو تو خونه رو دوست نداره، میگه آدم چرکش نمیاد. نناقام خیلی صف من چاقل بادمون میشوره، بعضی وقتا هم پا به جوش رو سرمون میریزه. بچه ای خوش بابا شکلات اطلسی میگی؟ نه خیرم بیسکویت باقا وحشی. نه خیرم فقط نو. نه خیرم نوغ راست دنداز زرم. نه خورسخانی خورسخانی آروم بگیرید. آروم بردید انشالله. اون نه اون گوشنمونه. نه من گوشنمونه. چه بابا تو نیمه هستی؟ من نیمه نظره کنه اون فیلم ببینه. آخه اولاق کسی سال تحویلی میره فیلم ببینه؟ از سال تحویل خونه نباشه تا آخر سال تو خیابونه بیده سهیده. این رویزه رنگشون خدا رو تموم کنده. یقی رفته خونه قربتی ها تو چی ندار چه کنه دسته قربتی ها یه وقت نداری بود بده. ای بابا خیلی دیر کردی ها. بابا بود الان سال تحویل میشه. بابا نفست گرفته، من دیگه مازورده گرده نیستم. به موهای تو چه مربوطه؟ یا بابا بگیر اینا رو برین تو تا بقیهش میارم. بچه بودو این سال تحویل شد. بودو این بیزاری هم دمدر بودوی بیشین سر صفره سال تحویل شد. قفور کاش بودی تا حالا بودوی آبالی کلا آبالی کلا. قفور بودو سال تحویل شد بجام. یا غریبال خورم یا غریبال خورم بلا خورم چیزی نیست یا با مرشونه دوان شد بلا چیزی نیست بابا چیزی نیست نترس بامون در بزن شکندن زیر پا شکندن برو بردو بیا بیز بسه بابا یا خدا یا قمر من یاشم بجام بکی بجام نفس بکش خوبم بابا خوبم اصلا نترس حال نکنی تو آجیل فروشی یارو اومد دوستی راجیل خواست آجیل فروشه تفلک پیرمرد بود عوضشون نبود چیکار کرد از تو کتاب درسی بچه ها عکس ولیعت رو کرد قیف درست کرد این تخمه های یارو رو ریخت توش یارو ناراحت آبا خود دردت به سره خدا ناراحت شد آبا جون هیچی نیست واقعا هیچی نیست قرونت برم یه لگز از زیر بساط آجیل فروشه بعد دست به یقه شد با پیرمرده منم دیدم پیرمرد تنها غریب از پشتی پیرمرد آجیل فروش در اومدم
یه دف یارو رفت رفیقش هم صدا کرد، رفیقشون که اومد هیچ، من دیدم این دوتا قلتشن باید بزنم حسابی، رفتم از تو ماشین زنجیر در بیارم، نه که پاشنه کفشم خوابونده بودم لیز خوردم افتادم سر. نه نه خوب این دوتا نامردا ریختن سر. اگه من اونجا بودم دشمنی با اون با چوب جادو قیب میکردم. هیچی اون نیست، حالا یه کتک خوردیم، یا اکساری ننه یا اکساری بده سرم خیلی. شلو برای به پر به باطن امام حسین شام که بهت گفتم قفل کشتی کفشت نخواه بود، حالا خوب شد کدن خودی بگی بابا دست پنجه در نه معلوم تلای قدیم عیارش بالا بود، ترسجوش آدم زود میخواه بود، تلای حالا که تلای بود. وای یادم رفت. چی یادم رفت؟ با چی میگی؟ خدایا من یادم رفت که موقعی سال تحویل آرزومو بگم که تنگ نفس بابام خوب بشه. بابا میشه امروز قصه ملک جمع شد و برامون بگی؟ بابا تو رو خدا، تو رو خدا بگی. نه بابا قصه حسن کشم، حسن کشم این سر بابا. خب بابا تو چرا موهاتو دوباره شونه نکردی بابا؟ ها؟ حالا بذار این عراب برسم بعد میگم. برو بابا، برو تا بیام. آه ماشاءالله بیا. چرا موهات شونه نمیکنی بابا؟ میدونی چطور شده بود؟ مردم شروع کرده بودن تظاهرات کردن، شعار میدادن مرگ بر شاه درود بر خمینی، مرگ بر شاه درود بر خمینی. وای مرگ بر شاه. نگو جلو بچه‌ها میرن مدرسه میگن میان بابامون در میارن. من که نمیگفتم که، مردم میگفتن بابا. نه نگو تظاهرات یعنی چی؟ تظاهرات یعنی تظاهرات دیگه. خب یعنی چی؟ این تظاهرات از قدیم ندیم میگفتن. کج میریم؟ تظاهرات. تظاهرات کج نمیریم؟ تظاهرات. آره. من دیگه از نانه خوام نپرسیدم درود یعنی چی، چون میدونستم درود یعنی دوتا رود، مثل دکانی تو زندگی نسرین که تو ولد آباد کنار مدرسه‌مونه. فکر کنم دوتا دختر به اسم نسرین اونجا زندگی میکنن. سربازا این دفعه چیکار کردن؟ شروع کردن به تیراندازی کردن. تیراندازی رو شروع کردن دیگه، مردم فرار کردن، اینا بود و سربازا دنبال اینا بود. من یه او به خودم اومدم گفتم های دل غافل الان نرن تو کوچه پس کوچه ماشین شرکت ماشین کارخونه رو ببینن. جلدی پریدم سوار ماشین کارخونه شدم و دادم به چاک دیگه. خدا به بردر به بی صفارم کن. دایی بی صفا اسم مادر خدا بیامرزمه، در اصل اسمش بی بی صفاست، چون یزدی ها میخوان تون تون حرف بزنن یه بیشا نمیگن. داداش بی صفا سید حسین داییمه، تو قم درس طلبگی میخونه. هر وقت که من نن آقا و بابا میریم قم، یواشکی چند تا از کتابای داییمو برمیدارم. تازه تو یزدم یه عالمه کتاب داره. خورد آخ جون موشی یک میبینم اقام افت نخورد. دایی مثلا کتابی که به درد بچه ها بخوره نداره، همه کتابش قلم به سلم بس، فقط کتابای داستان و پیامبرانش به درد من میخوره، با کتاب داستان و راستان و کتاب خونفروش. توی کتاب خونفروش یه مردی بوده که فقیر بوده، میره خونش رو میفروشه تا بتونه از مردم پول بگیره، با پولش بتونه غذا بخره. من خیلی دلم به حال خونفروش میسوزه. بعدش مرده انقدر خونش رو میفروشه که با اون غذا میخره میخوره، بعدش انقدر خونش کم میشه دیگه نزدیک بمیره. بعدش یه ها داداشش رو پیدا میکنه، داداشش میگه ازش دکتر میگه که حتما باید خونش خون زیادی داشته باشه. بعدش یه خوب میشه دیگه، میرن با هم دیگه خونش. ما هنوز الفا رو تموم نکردیم، اون موقع نوروزی رفته یک کتاب به این زخامت خونده. برش دست بزنیم. معلم تازمون جلوی ایجاز خیلی از من تعریف کرد. خیلی خوب.
خیلی خوب بس دیگه. تازه یه نقاشی هم کشیدم خیلی قشنگه. مثلا واسه برنامه کودک، برنامه کودک میخوان نشون بده. صرف بشون بگر نه خودم میام با آب جوش میشورم تو. خوش شد. بده بره. خونه غربتی ها تو شوشه، توی یه گاراژ در بداغون. غربتی ها خیلی اسم عجیب و غریبی دارن. اسم یکی از این غربتی ها اسرائیله. نن آقا میگه آدم زهرش میره از اسماشون. بیا بابا بیا. سلام مهرنسا، لفته خوبی؟ سلام علیکم، مبارک باشه، سلامت باشین. قربتی یکی سرکرده دارن که اسمش ببریخانه، اصلا هم ریش و سیبیل نداره. بهار چطوری عمو؟ خوبی؟ درست میخوانی؟ بله خیلی اون اتفاقا درساش خوبه، تمام نمره هاشون 20 شده، دیکتای نادرمون بهش میگه. خوبه خوبه، قایق قشنگی داری. ببینم یه قایق رو کی برات خریده؟ نمره هاشو که 20 شد بابام براش خریده. بارکالله، این قایق رو بیدیش به من و تو سفاشم برم دور بزنم. ها نمیدی؟ بده بابا، بده بابا، قابل نداره، بده بده بابا. غفور وقتی بهار بزرگتر شد باید بدیمش به لطیف، این دوتا خوب به هم میان. این که نمیشه ببری خانم، چیزه، حالا میگم بهتون چرا نمیشه. این دختر خودمه، دختر خودمه، دختر برادرمه، چرا نمیشه؟ بعدن حالا میگم چرا نمیشه. غفور همه بچه ها رو جمع کنم سال بیار تکیه، همه طایفه ها اومدن، غربت ها جمعن، امسال محرم عزاداری حسابی داریم. ماشاءالله ماشاءالله. مادر چای نمیخوری؟ من مادر شما؟ شما بنده بابای مسال داری. غفور افسر خانم چرا ما رو قبول نداره؟ چرا با قبول داره؟ بگو نظر خدا و نیاز حسین بخور. پیل میخوایم، اون پیل زحمت نکشین. بیا بیا برید برای خودتون. من محرم پام تکیه اینه نمذارم. چیه؟ چرا؟ برای چی؟ گفته باشم آره، برای که معلوم نینه ازشون نکجست. لا 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 لا، مادر خب کار میکنن، گاراژ دارن، مینیبوس دارن، کار میکنن، پول در میارن. ناره این اولش بدبخت بیچاره بودن، دوره میگشتن، سیخ میفروختن، فال مردم میگرفتن، حالا چطور شده یه جنشین شدن، پولدار شدن. تو به اینا میرسی ریخت و لباست به سینا میکنی. ای بابا یه پیرن اینا رو پوشیدیم ما دیگه. چی میخوری؟ جهنم. خب نه خب بچه این وام در شکمت سوراخ میشه، درد گرفته، بریز دو. بریز بابا بریز، نه آقات میگه بریز دیگه بابا، لجبازی نکن، بریز دو. باریکلا آفرین. تنده من آقا چرا که بابا ماشین کفش بلا رو خونه نمیاره؟ ببیشم بابا تا از کارتونی کفش بلا بیرون کنم بسیله نداره. من نمیدونم به تو چه دقلی داشتی که این کار رو بکنی. رفیقم بوده مادر، همکارم بوده. همکارت باشه باد بری که نه دستش تو اعلامیه بنویسی شهید که این آب باره که روزیمون هم از دستمون بگیرن. دارم میرم دیگه. آخه به تو چه دخلی داشته؟ بر خدا رو شکر کن نایمدن ببرمت. بچه بگی بشی آرو، بچه اون پاچه ها برده بیا. آخه من به جهندم، من به درگ، من به اسفل از زافرین، این زبون بزنا چه گناه کردن؟ جواب اینا چجور میخوای بدی ها؟
خدا قبول قبول خدا مرگم بده شامی درست کردم ننه کج میری خدا من مرگ بده من خلاص بشم یقینم خوند قربتی کمال برون لگم نیم برد و بیار برون کمال بودی لغبه برای بابا دیگی من ببرم قفور ننه کج میری برات لغمه گرفتم دهدت به سره بابا دیگه هر وقت از خونه میره بیرون مثل سامسون راه نمیره دولا راه میره فکر کنم یادش رفته که ماشو بلند کرده من چی گفتم قفور بابام فیلم خیلی دوست داره از همه بیشتر فیلم سامسون دلیل رو سامسون یه پهلوانی بوده که موهاش بلند بوده به خاطر اینکه موهاش بلند بوده میتونسته با همه بجنگه و پیروز بشه دشمنه که میخواستن بدنن سامسون چرا اینقدر زور داره یه زن خوش قیافه رو میفرستن جلوی سامسون سامسون هم عاشق اون زنه میشه بعدش راز اینکه چرا اینقدر زور داره رو به زنه میگه بعدش یه شب که سامسون خواب بوده دشمن ها میان موهای سامسون رو قیچی میکنن سامسون هم که دیگه زوری نداشته از دشمن ها شکست میخوره نمیشه باید یکم بلندتر بشه بهارم بردم نردیم خدا یه جا عقد کلت بذاره قبل ماش پلو حالا بابا گذاشته که موهاش بلند بشه تا زوری زیاد بشه حالا افسر خاتون منه چند اینجا میمونم آبا که از آسیاب افتی دوباره منم خون ساواکی ها نرزن اینجا نه ساواکی ها خب بیکار نیستم بیاین ناکجا آبا آقا فوشون اجاورده کلاشونم بیافتی این طرف ها نمیاد شما خیالت دار شوی حکمتش چی بوده من اومدم اینجا خونه ساخت همینه این هیچ کار خدا بی حکمت نمیشه بیا با مامان افسر خانم دست شما درد نکنه چه کار کردی؟ نشتون تا یه کتاب به من میدی؟ نه خیلی چون شما کتاب نگه داری نیستی هرچین کتاب تا حالا دادم این تکه پارش کردی نه یا و سر اینو بگیرو دست خواهی کتاب رو نزن یا بهار یا گوشت زده دیگه پار بار کج میدی؟ بیا این ظرف رو ببسر جو بچوش تو بیار کتاب آدم فروشان قرب بیستون خیلی سخته خیلی از کلماشو بلد نیستم بخونم قصه یه دختر پولداره که اسمش بدریه با دوستش ملی از خونه میرن بیرون اما یه ماشین غریبه اونا رو میدزده حالا آدم دزده دارن اونا رو میزنن تا به شهر دیگه ببرن زنی مهده سه سال من لبی جون چه غلط میکنی؟ جونم مرد شده زعفرم تو شستی نه؟ حال به خدمت میرسم باستا بالاخره که دستم به تو میرسه نه؟ همه همه در وایسودن بره خونه قربتی ها باخ بنده حسیتم درد نکنم خیلی همه برو برو چقدر شوام جان دست درد نکنه برو حسین تیره جاو که خوش بود پلک به دامن سی آرهی پلک به دامن سی آرهی حسین میدا به جارا حسین میدا به جارا حسین میدا به جارا حسین میدا به جارا جوان به کلا شکانی جوان به جوان بیٹے کی لاش اٹھانے جوان بیٹے کی
نه آقا تو که گفتی قضای قربتی ها رو نمیخوری. این قضای قربتی ها جالب قضای شب اول محرمه از امام حسینه. بخور نون تو بخور آدم بگی. اسب ببی خان رو دیدی؟ نه ندیدم. برا تکی است تایفه های ما عاشق او اسبن. اسمش نیازه. میگن روز عاشورا سر به بیابون میزنه، شب با چشم گرون برمیکرده. راست میگی؟ الکی میگه. راست میگم به سر ببری خان. راست میگم. فکر کنم عشقای اسب ببری خان گوهر شب چراغ بشن، چون نان آقا میگه ببری خان پول داره. شاید از همین راه پول دار شده. من امروز غروب وقتی اسب ببری خان رو آوردم خوب تو چشاش نگاه کردم، اشکی نبود. حتما که هر شب چراغاش توی بیابون افتاده. وای چه بلاها که سر بدری نیومد. آدم دوزا بدجو و ملیو میزدن. اونا رو بردم به یه جایی که اسمش قزوین بود، بعدش به یه شهر دیگه. بدجو و ملی گریه زاری میکردن و چند جای بدنشون هم کبود شده بود، اما آدم دوزا رحم تو دلشون نبود، همش اونا رو میزدن. من دلم میخواست جای بدری باشم، چون آدم دوزا میگفتن بدری خوشگله، ولی اونجا که میخواستم بدری رو بزنم دیگه دلم نمیخواست جای بدری باشم. آدم دوزا بدری رو بردم به یه شهر دوری توی یه خونه بزرگ. اونجا یه زن چاق بود که بهش میگفتن خانم رئیس. خوابم رفته بود. آره عرب امت بی تو خانم رئیس یه شب بدر رو میبر مهمونی پولدار رو پیش یه آقایی. اون آقا هم بهش یه گلاس میده، اما بدری گلاس رو میدازه زمین رو میشکونه. من تو حالا گلاسی ندیدم که بهش کرده. اگه اونا رو بندازی زمین له میشن، نمیشکنن که. اه بهار اونجایی؟ داری کتاب میخونی؟ بندن آقا صد بار نگفت نباید کتاب بخونی. اگه بندن آقا نگفتم یه آشی برات نپختم. شلخته بریم به نن آقا بگیم بودو. پس گفتیم که هر ساعت دو تا عقربه داره که عقربه بزرگ دقیقه رو نشون میده، عقربه کوچیک هم ساعت رو. به عنوان مثال الان توی شکل سمت راستی ساعت 2:30 است. تو داری چیکار میکنی؟ ها؟ پاشو ببینم. پاشو برو با تخته دارم بهت میگم. پس اینجا ببینم. پایس اینجا. چه غلط ها؟ یه الفتی چه کتابایی میخونه؟ تو چند سالت ها؟ کلاس چندمی؟ دوم. چی میخونی؟ گم شو بردیم. خوبه که آقا معلممون من جورو ایرج نزد که قیافم از درد بد شکل بشه. اینجا ببینم کجا رفته بودی؟ اگه نگفتم از محیط منسه دور نشو ها؟ اگه به تو نگفتم کریم اگه اگه نگفتم لای آشخالا نرو لای آشخالا چکار میکردی؟ دستو بیار ببینم. دستو بیار بیا بالا ببینم اون دسته بیار ببینم بچش دستو بیار بالا دستو بیار ببینم بی شو بودو سرچه راسه. بدری خیلی سخت میگذره، شبا همش گریه میکنه. خانم رئیس اول با بدری خوبه، اما بعدش که میبینه بدری به حرفاش گوش نمیده باهاش بد میشه. هر روز یه نفر میاد بدری رو آرایش میکنه،
بعدش هم خانم رئیس بدر رو میبره به مهمونی امیر و اشرافا، بعدش به بدر میگه به روی مردا بخنده. بعد میاد دختر با صدا بلند بخنده؟ دختر سنگین رنگی نبود دندونش کسی ببینه. اصلا چی معنی میده دختر بخنده اونو با صدا بلند؟ فقط باید یخت و گوش لبش کشته بشه اینجور. اکی جون خاک تو سرت. بدری میگه نامزدش انتقامش از خانم رئیس میگیره. از اون طرف نامزد بدری داره شهرش هم دنبال بدری میگرده. ملی دوست بدری هم با چند تا نخود تریاک خودشو میکشه، یعنی نخودا رو میخوره با میمیره. من دیگه باید حواسم باشه دیگه نخود نخورم. خودم خواهی چی کار کنی؟ خون بزنم سرقب بابا. لا اله الا الله. خون چه کنم با نخودا؟ خون آب گوش بار کنم. من یه نفر دیدم که با نخود خودشو کشت. با نخود خودشو دار زد؟ خودشو انداخت و نخودا خفه کرد؟ آخه با نخودا چی کار کرد که خودشو کشت؟ ده همینه خون شد رفت. چند بار بگم نیزه این بچه کتاب بخونه؟ قربون قدت برم بابا. کنونه که آزردم از جدایی تو، به یادم آید به آشنایی تو، دقن شب تابستان باشه. بدری ضعیف و مریض شده. خانم رئیس میگه دیگه به دردش نمیخوره. آدمای خانم رئیس بدری توی خرابه بل میکنه. یه آقای خوب بدری از تو خرابه پیدا میکنه و میبره خودش ازش پرستاری میکنه. بعدش اسم بدری رو تو روزنامه ها میزنه. نامزد بدری پیدا میشه. نامزد بدری خیلی شبیه پسر خالم طاهره. نیزه این بچه اینقدر کتاب بخونه دیونه میشه. اینقدر کتاب خوندن دیونه شدن. من بینه همجو با خودش اختلاط میکنه. تو که بیزاری بری خونه قربتی ها همچون میشه. بدری رو تخ افتاده و نمیتونه تکون بخوره. نامزدش رو که دم در میبینه سعی میکنه یه ذره بلند شه. نامزد میاد جلو. بدری نامزد رو تار تار میبینه. بدری رو تخت میفته و میمیره. چشمای مرد خوب که دفتر وایساده پر از اشک میشه. تموم شد. ای بریسین قبل از اون قول شد. من آقام راست میگه، آدم که زیاد کتاب بخونه دیوونه میشه. ما بازم برای آشرات هستو ها اومدیم ابرندآبادی هست. بیزمزم یه جایی داره که مال خود خودشه، اسمش مطبخه، یعنی آشپزخونه. هیزانش هم همیشه بابا بزرگی هم های سرد مرتضا براش میاره. بی بی زمزم یزیو خیلی خیلی قلیز حرف میزنه. بیشتر حرفاشو نن آقام نمیفهمه، ولی الکی سرشو تکون میده و میگه بله بله شما درست میگین، شما راست میگین. تو حیات بی بی زمزم راچینه است. یزیو به پله میگن راچینه، به دست بابم میگن خلا، به خوبم میگن خش. من از راچینه بی بی زمزم میرم بالا، از ایوون طبقه بالا برای ملکه و بیبگم که دختری همسایه هستن دست تکون میدم. میگم ملکه های، بیبگم های، ملکه های،
دوستم بهترین لباسم رو بپوشم، موام چیرده گوریده نباشه و لباسم خرگل نباشه، چون مردم اورندآباد دختر سهرانی رو دوست دارن. ای بل بلانه بست پر، ای بل بلانه بست پر، آرام جان کیستی؟ آرام جان کیستی؟ روح و روان کیستی؟ روح و روان کیستی؟ یتیمی درد بی درمان، یتیمی یتیمی درد بی درمان، یتیمی. خوب بود، ولی باید یکم بیشتر با آهنگ بخونی. دو طفل مسلمیم، الله اکبر. ننه دردت بسرم، تو دیگه بزرگ شدی، نبودم زیاد با طاهر اختلاط کنی، خوبیت نداره. آخه چرا؟ همین، خوبیت نداره. گفتم خوبیت نداره، بگو چشم، پرس با پرسم نکن. چشم دختر خوب نبود کشه چشمشون نامهرم بگونه. و سپر آرام جان کیستی؟ تاسو شبیه در میکنن، تهرانی ها به شبیه در کردن میگن تعزیه. بهار میدونی مادرم بره پیارم کشونه دو بهار دختر بی سفار با تایر پسر بی سکی اسمشو رو همشتن. یعنی چی؟ یعنی که بزرگ که شده با آروسی کند. یه های دلم هر رری خین ملکه گفت. یا نن آقا من فرستاده خونه اکرم خانم اون که قرآن یاد بگیرم. هم فیها فیه فیه مختلفون 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 کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. خوبه، از آیه 14 تو بخون. لنخرجم بهی و نباتا. دهنتو باز کن، عشان واضح بخون. حبن و نباتا و جنات و جناتن و جعل و جناتن و جناتن اف الفا. من نگاه کن ببینم با تو چی بلدی بخونی؟ چی بلدی بخونی؟ من قول هو الله بلد. چی؟ فقط قول هو الله. ببین ما تو زیرزمینمون مار داریم، درست نخونی حواستو جمع نکنی میندازم جلو مارا، فهمیدی؟ درست بخون. ان نه
یوم الفصل، یوم الفصل کان میقاتا، یوم چه نخوندیش؟ برو کنار بشی ببینم، برو کنار بخون، درست بخون، زود باش بخون ببینم. با تو نیستم اگه مگه نیدیش زهرا چجوری خون؟ بخون زود باش، فقط قل هو الله بلده، انگار این دیگه کسی که بلد نیست. بخون حالا دیگه از اون به من مکتب قرآن نمیرم. بابا بزرگم حاج سید مرتضی توی یز به من بهتر قرآن یاد میده. آها آفرین عظیم، عظیم آفرین، باریکلا. الذی هم الذی هم میرم تو بیابونی دنبال گنج میگردم، میرم تو کوچه پس کوچه های نزدیک خونه اکرم خانو برای خودم گردش میکنم، از روسک خواب میپرم، دلم نمیخواد برم پیش اکرام خانم. جونم مرد شده اینجا چه خلط میکنی ها؟ ول میچرخی تو کوچه ها؟ بایسن بایسن کنه. مگه من چیکار کردم؟ ننه آقا رفته در مکتب خونه، اکرم خانم بهش گفته تو 6-7 روز مکتب خونه نمیری، پک کجا میری؟ به تو چه خبر چینه فضول؟ کجا رفتی؟ ننه آقا بهار رفت تو همون در رو خودش قفل کرد. بازکن بازکن در رو دیگه پاک کن در رو هر خانه باز میکنی یا بشکنم در رو دور بگو شده میکنم رو بکنم یکی میکردی ها؟ دو بگوی خبیز؟ من میگم چرا اون روزا عزیزم خود اومد رای میدست گشت دواستی بید شد نگو یکی اپ بیدام بگو نه آقا غلط گرم، نه آقا بیجا گرم، نه آقا نه آقا آقا اکرام خواهی میخواد من منداره تو زیر زمین خونه جایی که باره باره باز بابات از خون بیاد تو تکلیف من با تو روشن یا جا من توی خونه یا جا تو من برای خودم توی همون با لیف و کیسه و سفیدا خانه با خانواده تشکیل دادم، یک دختر تک و تنها توی یک جنگل تاریک و ترسناک زندگی میکرد، اسم خودم هم گذاشتم گل خندان، گل خندانی که در دست ماهای خانی اکرم خانو اسیر است. البته این مارها یک سر کرده دارن، اسمش هم هست اجدهای هفت سر. اجدهای هفت سر گلخندان را آورده تو کلبه بالای جنگل اسیر کرده که همین حمام خودمون هم باشه. اما گلخندان خیلی زرنگه، تونسته با چند تا از مارا دوست بشه و مارها بهش گفتن شیشه عمر اجدها کجاست، چون مارها خیلی حیوانات خوبی هستن و اگر آدم اونها را دوست داشته باشد و کمی قربون صدقه ایشان برن آدم را خیلی تحویل میگیرن. ماها به من گفتن شیشه عمر اجدها همین شامپو تخم مرغی توی حمامه، اجدها اونو به این شکل در آورده که رد گم کنه. من هم شیشه عمر اجدها رو ورداشتم و به زمین کوبیدم. بهار جان، بهار عزیزم، بیا بیرون، تو چیکار داری میکنی؟ این سر صدا چی از خود در میاری؟ نرست خانم شمایی؟ آره منم عزیزم، بیا بیرون. اگه بیام بیرون نه آقا سیاه و کبودم میکنه. نه قربونت بشم ما پادرمیونه کردیم تو رو نمیزنه، تو بیا بیرون. بله ما پادرمیونه کردیم، بیا بیرون دختر جان. پادرمیونه کردیم نه آقا تو نمیزنه. آفرین دختر خوب. ترسیدی دختر؟ نه آقا اذیت نکن، چرا مکتب نرفتی عمو جان؟ آفرین دختر خوب، برکالله برکالله.
نه آقا مشکنه تو جاش چیش کرده؟ چی کرده؟ تو جاش چیش کرده؟ کجاست؟ کنی مشکمان؟ ایمان خواهد سره ای خدا من چه خدا من دست و مشکمان کجایی؟ ای خدا من آقام دیشب منو کتک نزد اما امروز صبح که فهمید موشک تو جاش چیش کرده به جای موشک منو کتک زد چرا منو خود؟ ای خدا بازه ببینم کجا خود؟ من این درسته؟ دو روز خونه نبودم آن با قرآن باید اون دنیا جواب پس بدی تمام پشتشون پر کبودی شده کتک خواهدیم کتک نن آقا گله هرکی نخوره خوله کتک حالا که کتک نیست قدیم ما بچه ها فلک میکرد دروشون نگو فردا منم قورت میدن دویدم توی مصحب تا پیچه گندوگاری های دیوار مصحب گریه کنم آخه گندوگاری ها دوستای من هم. یکی از به بالداره یکیش پری دریاییه یکیش هم میکی موزه یکیش هم تازگی شبیه بدری آدم فروشان قرب بیستوم در اومده آخه مصحب بابا خودش گشگاری کرده در آقا میگه اگه خدا بگم چی کارت کنه قبول اگه گشگار میوردی دیوار مصحب برد چاله و جوله نمیشد من خوشحالم که بابام دیوار مصحب و خوب گشگاهی نکرده چون حالا دوستام از دوش در اومدم تازه بعضی وقتا هم براشون یه عالمه شعر و آواز میخونم یه دوستی آنهایی دورنگه اما بر حرادات ناچارنگه تازگی ها بابام یه موتور سه چرخ آبی اتاق دار خریده بچه ها براتون لواشک دارم میارم اکوچیک به بزرگ لواشک دارم تناقا ای کامام شیکا تناقا بازم قصه میگی قصه ما یه قصه تناقا کجا بود بچه چه یا باش؟ آقا رو بفرمی من آقا بفرمی بخش بچه ها شما بگیریم جون هم برشده سرم رم من لباشک دارم شما نداریم گدا نگر باشی واسه حالا گدایی دیگه گفتت نشه زهر مارت نشه دردت نشه گدا به گدا رحمت خدا گدا به گدا رحمت خدا اما میدونم که بابا خودش قویه چون موهاشو مثل سامسون بلند کرده امروز بابام داره ما رو میبره خونه عمو پسر عمو تازه از زندان آزاد شده میخوایم بریم اونو ببینیم خیابونای تهران هنوز شلوغه از همجا صدای تیر و ترقه میاد بابام ما رو از یه راه مخفی برد خونه عمو چون بابام تو پیدا کردن راهای میانبرو مفخی خیلی استاده قشنگ با خونسردی ازت سوال میکرد بازجوه جواب نمیدادی یا معطل میکردی میگفتی نمیدونم آتش سیگار میداشت رو دستت ناخونات چی؟ ناخوناتون میکشیدن؟ منو نه
ولی همبندم بود. بعد جور شکنجش کردم من خدا رو، از سقف آویزونش کرده بودم. الهی من مدرک نداشتن خدا رو شکر. میگن تو زندون ناخونی زنا رو میکشیدن، راست میگن؟ نمیدونم، ما که با زنا یه جا نبودیم. از پسر سید محمد چه خبر؟ میگن بنده خدا تو زندونه. نمیدونم، بی خبرم. یکی دو تا زندانی که نبودن، یه عالمه زندانی بودن. بیا ننه بیز دهنت قوت بگیری. وردا بس دوتا برداره. خیلی وردا دست شما دارم. جازه پسرم ها دیدی؟ بله. دیدی نکبتی ها چه بلایی سرشو بردن؟ شجاع اسم پسرم، نو تاشا دارم، نو تاشا دارم و قدر نمیدونت، لیاقت نداره. بخو مردم مردم آرزشون اسم پسر آشوری ما دختر میخواستن اسدن، زن اسدن دختر تر که ترکمون زد اسم براشون بده اون وقت. بخو منم چه حرفی ندارم، میگم که دختره دم خن زنه دم خن. خب جنازه ده ورداره برو اونجا، ما هم که حرفی نداریم، چیزی نگفتیم. الان هم 24 ساعتش اونجا بس، همه اش اونجاست. گردش تفریح ها و زیارت قوم و کاشونا اینا همه با نگر خاتونه است، با ما کاری نداره. بیزردش اینجوری وره دلش گاز میدن دا میرند این ورا اون ورا همین این. اون وقت میخواد این چهار تا پشم و پقاله را که رنگ کنه دا میاد هموم منا به ککه میکشه دا میرد. خب یا با خوشی ها همه ماره نیر خاتونه است. بس کن زن، اینقدر غیبت این بند خدا رو نکن. تو کینه ای هستی، کینه تو دلت کبره بسته. دلی من از کینه کبره بسته است؟ شالا یه دردی بگیری که نه بیمیری یا نه بومون یکم نباشده یه پیاله آب دستت بدت. دروغ میگم؟ من نمیفهمم چی طوری است که شما یخت از این آقا غفور یاد نمیگیری؟ او الان چند سال است این الان زنش رحمت خدا رفت اصلا نیشست است مثل آدم بچه‌هاشو بزرگ میکند. هیچی هم نمیگه زنم نسته است. آتو دوتا دوتا میستونی، من هستم و میریزم میستونی، من هستم منا بیبی. تقصیر نداره، تقصیر نداره که نفهمیدین دست گلا که دنیا اومدن که بزرگ شدن. من جزه جیگر زدم و اینا رو بزرگ کردم و به عرصه رسوندم. جزه جیگر زدم. میخندی؟ به قدیر میخندم. تو هم لنگه این نایی آقا بتا هم میبندن دون به یه گار ایشالله. نه قضیشون گوش نداره. جانم نازی 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 خوشگل نازی آقا قدیران جیمونی منو این نو تا پسرش فدا میکنه بالا این بی صحبیه این چیه؟ آپارات استو اشکافتر میاره دا تمیزش میکنه دا ناز و نوازشش میکنه دا ماتش میکنه دا لیاقت دستان لیاقت دست. فقط من نمیفهمم چطوری است که این عزیز کردشا و نمیداره ببرت خونه اون عزیز کردش این مزقون کیه یا؟ یه برد خونه اون نگیر خاتون نبارد میترسد عذاب زحمتش بشد. خب آب تو دلی خانم تکون بخورد یه وقت والا بچون چرا خواهش کن استغفر الله. صغیر و کبیر میزند اینجا هم شما آمان بیزه را ورده را پذیر را ایکنم ما کیست که قدر بدونت اشک خاک تو سری من. ای بابا اگه گذوش فیلم را ببینیم ببینی تو فس ها. خبره ده بیارم نکبت دوازدهم بهمن ماه روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله.
انقلاب را بیشتر آدم توجه کنید. نناقات کو؟ ها؟ ها چیه میگم نناقات کو؟ چی؟ بچه گوشات عرب کرده میگم نناقات کو؟ نناقات اصلا ول کرد گم شد. گم شد؟ آره. تصدق آقا برم نبودیم ندیدیم جاد قالی من تا اونجا جلو رفتم بادم از دود دیدم آقا مثل قبه نور بود قزمش برم الازی این جلو کسی که زفن زد برای یز خیلی تنگ شده اگه به من بود دوست داشتم خونم یز بود الان یه سال خورده ای که یز نمیمدیم از بعد از اینکه انقلاب شد من دیگه با خودم کم حرف میزنم چون دختر بزرگی شدم مصر قاهره عراق بغداد عربستان ریاض چین پتن انگلیس لندن ژاپن توکیو ماشالله دایی بهار اینا کی یاد گرفتی؟ ماشالله نمخواه دختر گلو گوششون خوب واقع دایی برپایده 6 سالش هم شد فرستیمش مدرسه باریکلا بی بی خش باریکلا دختر آرا باریکلا دختر جون خش تازه این نقاشم فرستانم واسه برنامه کنم میخوان نشون بدن آفرین این همه نقاشی فرستادی برای تلویزیون هیچ کدوم میشم نگذاشتم حالا که این همه پای تخت را درست کفتی من میخوام به توی که جایزه بدم که جادوییه کجا شدیه؟ خب فقط تو تسبیه نه خیرم تو فوزلی نکن این یکی سولاخ داره که عراقی تو نگاه کنی عکس خونه خود را میبینی و عراج تو خواسته داشته باشی بگی براورده میشه بیرین مگه میشه؟ چرا که نشه؟ بده ببینم دایی جون آدم واسی حاجتش از خدا قلبم بخواد تا براورده بشه بهار نه من نگفتم تو دیگه بزرگ شدی نباز با تاهر باز کنی گوش نمیگیری نه چشم بنده بیا اومدم بایستا بیا بیبی این تمام گنج توه؟ گنج که نیم ولی خیلی دوستشون دارم چه تسبیح خوشگلیه بهتر نشم خودم به تو حاضرش باش که خراب نشه منم یه قایق دارم که نمیتونم به کسی بدمش چون کسی نمیخواد تازه یادگاریم هست سرتونو بشوره سه هواپیمای شناسایی ارتش عراق استار تا بامداد امروز دهم شهریور ماه تار خندی 359 شمسی در ساعات سوختی تاور در ایران تجاوز کردن بهار لباسو جمع کرده لباسو جمع کرده پرسی خدا 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 خندیدی بارو بیرون بیره بابا کجا خندیدی من همین رسه این هم رسه همین برو من نمیرم لا 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 اصف پایگاه دریایی در خرم شهر وارد عمل شدن و هوا ملی که داری میخندی چه خیلی بدی شلخته مرز شلمچه در خوزستان بسته شد که پاک نمیشه که آقا سر منبر گفته سه بار بعد آب بیدی باشه آب پره پاس میشه درگیری های مرزی در منطقه شلمچه و خیل با رشادت و شد با همه بودو دیگه بخندونه یالا دیگه برتش
دیگه سکن نکن خود مرگم بده زبونم لاد جنگ بشه. نه این شده که جنگ نمیشه از سرخون. نه خدا نکنه جنگ بشه، خدا نکنه. بهار خاله هرچی تو کردی هنین سرد یه بار سرد پاش میکنی خونه بی بزم زبان نجس نکنه. ما میریم سرد مدار رو جلدی برمیگرده. چش بچه رو نیزاری بری خونه رو به جوری ها. دایین به من گفت به کتابام دست زدی نزدی چون من کتاب نگهدار نیستم. دیوارای کاهگلی پر از دست اندازن و با دود چراغ برام دوست و رفیقای جور با جور درست کردم. کتاب داستان راستان مری آقاییه که اسمش شهید مطهریه. حضرت محمد یه مردیه که اصلا خوش قیافه نبوده، اسمش هم جبهی بوده، میفرسته خواستگاری زلفا. زلفا یکی از این دختره عین و اشرفا بوده. بابای زلفا اولش یکم ناراحت میشه، بعدش که میفهمه حضرت محمد اون جبیر رو فرستاده، زلفا رو به عقد جبیر در میاره. جبیر سه روز و سه شب اول عروسی و اصلا با زلفا حرف نمیزنه و فقط عبادت خدا رو میکنه و همش نماز میخونه. زلفا ناراحت میشه و اینو به گوش پیغمبر خدا میرسونه. پیغمبر خدا با جبیر حرف میزنه. جبیر میگه من داشتم همش عبادت خدا رو میکردم که همچین زن قشنگی رو به من داده. از اون به بعد جبیر و زلفا به خوبی خوشی با هم زندگی میکنن. نمیدونم چرا به نظرم میاد جبیر خیلی شبیه پسر خالم طاهره. چند وقت بعد بین مسلمان و کافران از خدا بیخبر جنگ میشه. جبیر در اون جنگ شهید میشه. شهید مطهری ننوشته که زلفا بازم عروسی میکنه یا نه. خدا کنه که عروسی نکرده باشه و به جبیر وفادار مونده باشه. همش داره خودش اختلاط میکنه. من میدم صفا خود بیامون سر این بچه چی خورده اینجوری از آب در مده. این باباشون واسه خاطر کارش نرتنه میفرسته با من خودشون نمیاد. حالا جون من میشم. دست در نکنه بار باریکلا. این رو بچه نگه میداری خونه مادر من خونه نجس کرده. اینجا خونه اگه افته و تو و خطه شده و کجا مادر من میداد. من نگفتم بچه ها نیزار اینجا برو. حالا ششته به در دیوار که ششیده. اگه میافتاد تو جوب خفه میشه من چی کار میکردم ها؟ چی کار کنم من دست تو چه خاکی به سرم برسم ها؟ کجا رفته بودی؟ خدایا یکی این که بزرگ شدم دکتر تنگ نفس بشم و بابام خوب کنه. یکی دیگه هم این که تلویزیون زودتر نقاشیمو نشون بده. دیگه یکی دیگه هم این که مثل زلفا خوشگل بشم که جبر بیاد من از دست ننه خود نجات بده و به خودش ببره. چرا اینجا خوابیدی؟ شورت چی شده؟ یخ شده خومیه بیشور. مسعود و خواهرش فریده پس از خوردن غذای صبح کیف و کتاب خود را بر می دارند و به مدرسه می روند. رفتار و اخلاق آنان در بین راه و در محیط مدرسه جنگ شده. یه مردی به اسم صدام به کشور ما حمله کرده. اینو هم اخبار میگه هم ننقا و بابا.
روزا دیگه تایر کمتر میاد جلو نظرم. ما تو گاراژ قربتیاییم. قربتی‌ها رفتن خارج. اتاقاشون هم دادن به ما تا ما ازشون مراقبت کنیم. حتی توشون هم بشینیم. هر وقت که صدای تلفن میاد، آدم خیلی کیف میکنه. فکر میکنه پولدار شده. دست خر کوتاه. الو؟ بگو ها؟ من گاراژ قربتی‌ها رو خیلی دوست دارم، چون یه جوبه چرک از کنارش رد میشه. تو اتاق آخری هم یه عالمه صندوق که توش پر از جواهرات و عروسک‌های قشنگ هندیه. من یه بار که ننقام خواب بود رفتم اونجا، همه دستبنده و گردنبنده رو انداختم و دختر پادشاه شدم. یلوی صدام بر سین قبرستون دجال که میگنم نبا قفور میگم هم صدا با میگن اینجا قبلا قبرستون بوده، بعد خربش کرده آمدن خون ساختن توش. خوش شبا که میشدم اول ورش میده. کی میگه خب؟ هیست چی گفتی؟ نه بگو. ای راست میگی، یه بار دیگه بگو. گفتم هیست. نه او دوباره گفت هیست. این هیست نبود، این گفت خفه شو، گفت دهن تا ببن، گفت نق بگیر، درد بی درمون بگیر. آره ای من به ثابت نرسیدم. آه شب ای چی شوری میندازی؟ نگاه بکن. ولو به اولفز من نمیدونم از دست شما چیکار باید بکنم. تو دشت سهرا کرج میبرم تو هوا به اون خوبی میگی ما رو بردین بر بیابون، میارم تو وسط شهر میگی ما رو بردین قبرستون. تو برای چی خود تو میخورونی اینقدر بچه؟ کک جونه برای چیزی رفته تو جونه دو؟ بچه چرا خود چی میخورونه؟ بچه افت کلم نداره بچه، ای طرف دادش هم میکنی؟ طرف داری که کردم میگم تو بچه خود چی میخورونه؟ با کله رفته تو تلویزیون. یعنی چی بخواد سرمون بیاد؟ جنگم جنگ ها قدیم سخت بود، سربازی ها، اما نه. و بعضی وقتا میریم با بابامون دوروبر تهران هندونه فروشی، خیلی خیلی مزه میده. زندگی تو خونه قربتی ها خیلی خوبه، اما الان چند وقته که مریض شدم، پوستم خیلی میخاره، همش لکه های گنده گنده زده. شب که میشه لکه ها خارش میگیرم، منم اونا رو قیرت قیرت میخورنم که زخم میشه و ازشون خون میاد. دکترها هم هی دستورات عجیب غریب میدن. مثلا یکیشون میگه ننقام هر روز من تو آب آهک بخوابونم، اما آب آهک هیچ فایده ای نداره و من خوب نمیشم. پشت ساحله، اینجا هم دریاست، من ندارم توش شنا میکنم. یکی از دکتران گفته اسم مریضی من لینکن پنالمه، خیلی اسمش سخته. من چند بار مثل شیش سیخ جیگر شیخ زدزار گفتم تا یاد گرفتم. بخوبه. حالا دیگه یکم مثل بابام شدم، نباید سرخ کردنی بخورم، نباید تخم مرغ بخورم، نباید گوجه فرنگی بخورم، ولی میتونم عطر مشهد رو بو کنم. بابام از غصه مریضی من مریضی تنگ نفس خودشم یادش رفته. یه روزم رفت سرمایه موهاشو کوتاه کرد، شاید هم حالا دیگه انقدر قوی نباشه. خیلی هم ممنون. نخورم بابا، نخورم آخی، نخورم بابا جونم، نخورم بابا. ای بایلوی بگردم خدا، چرا
بخیر با خودش هم چی میکنه؟ طفل خواب اون هستش، حالیش نیست چی کار داره میکنه؟ نخورم بابا بز برم ایتی که پاچی چیز بردم یا ببندم پاش نگاه بس که تو این کسافت ها غلط و غلط میزنن اینطوری میشه طور نیست، حال برد نداره بگی بخواب رد چگوری که بخواب اون بازی کردم اون دورت بگردم خوربونت برم من بی خواب شدم از بس این چه قط قط جون شخاروند صابر را شدم بس بسک نمیخواد میگم قفور نکنه این لک پیسا به جونش بمونه بزرگش و تیشکی نیاد سراغش بسوندش رو دست مباد کنه بگن درد منده تو رو اول فضل نگاه کن نصف شبی چی داری میگی تو الان تو این وضعیت باید ببینی خود بچه چی میشه زبونم لال خدای نکرده نکنه از دست بره حالا زبون تو باز بگیر درم نمیخواد بمیرم کاش اینم پسر بود تمام شب خواب میدیدم من مردم و رفتم پیش مرده های قبرستان زیر گاراژ و باهاشون دوست شدم اونجا هم دکتر تنگ نفس بودم تنگ نفس مرده ها رو خوب میکردم زمین همسرمون مواظب بودم ببینم اثر از مرده ها یا اسکلتشون اونجا میبینم یا نه من از هواپیما های عراقی زیاد نمیترسم شکم با من بندازن و من بمیرم میرم پیش مرده ها و دکتر تنگ نفس اونا میشم و مریضی مرده ها رو خوب میکنم بیامی چیزا زدن یا خدا نه ترس بود نه ترس بود مادرم شما رو میپرسن اینجا یزدی نوشته گفتم که چرا یزد نمیایین انار تمام میشود راستی بهار خانوم چطور است هنوز زمین نجس شدی اسم پایتخت کشورها را بلد میباشد معلومه که بلدم تازه من چیزای دیگه ای هم یاد گرفتم مثل واحد پول کشورها اسپانیل بازی کردن هم خیلی خوب شده قفور آه یه چی اینجه اون یه چینی اون کار به کارش نداشته باشه اون لوله اصلی آبه دستش نزنی یه کارش بکنی زلیل مردن نزنه سلاخش کنم کس کار به اون نداره بیام پارو کنم من آقا خدافظ خدافظ درد بسره کم شرفتی تو باز برود خندیدم راستی بهار خانم چطور است هنوز اسم پایتخت کشورها را بلد می باشد کاشکی اینقدر من بزرگ نبودم که ننه هم ایراد بگیره می رفتم یزد و با طاهر اسپامین بازی می کردم شاید یکم هم دلم براش تنگ شده باشه ناروزی دار چی می خونه به تو چه؟ نه نه پس کی میریم یزد؟ حالا که نمیریم اون وقت اون بریم تو که با این پوست آشلا شد نمیدونیم ببریم من چهار ممتاید مونده حالا این دفعه رو میرم اگه دیدم سختت شد خب دیگه نمیر الان دیگه اصلا طاقتشم ندارم تهران بمونم
قفو میگم خدای نکرده یه وقت اونجا نفس تنگ اومد میخوای چه کنی؟ سوزن تو رگه کچ گیر بیاری به خود بزنی ها؟ این هم آدم دارن میرن، علیل میره، مریض میره، همه تو آدمی میرن، اونا چیکار میکنن؟ خب من همون کار میکنم، دست در نکن. امروز بابام رفت جبهه، با ماشینی مثل ماشین کفش بلا رفت جبهه. مردم کمک‌های مردمی رو جمع میکنن و میفرستن جبهه. تو کمک‌های مردمی کمپوت هست، لباس هست، پتو هست، خلاصه همه چیز هست. کجای بابا؟ گله خراب چطوری؟ سلام بابا. من میدونم که بابام قویه، قبلا فهم میکردم چون ماهاشو مثل سامسون بلند کرده قویه، اما بابام گفتش که همه شوخی میکرده. سلام بابا. سلام بابا جون چطوری؟ های 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 خداوند دلم یک جایی بنده بنده، همون جایی که ایوونش بلنده. خنگه این خود تاهر نوشته. آخه تاهر هم واسه چی نوشته؟ یعنی تو نمیتونی؟ نه. فصل کجت گیریه، کجت همون کرم ابریشمه. بی بی زمزم پیلا رو میریز اینجا که کرمایی که توشن که من دلم خیلی براشون میسوزه بمیرن، بایشم سب میکنه تا نوبت ابریشم گیریش بشه. دلم خیلی برای بابام تنگ شد. قبل از تو بی بی زمزم شرمندت شدم ای خدا. خدایا چه گلی به سرم بگیرم از دست این بچه. خدایا یارمان یارم ای خدا. از بسیم زنگ زدم برای افسر خونه. بابا تو جبهه ترکش خورده به کمرش، باید هممون زود برگردیم بیمارستان تهران. دیگه بزرگم شده نمیتونم بزنم تو رو. Thank you.
خب تو چی افسر خاتون؟ من؟ قسلم خدا من که فردا برم زیارتون خدا ایشالله که میری ایشالله خب تو چی؟ من میخوام نونوا بشم بس چی نونوا؟ خب دکتر بشو نمیخوام من میخوام نونوا بشم چون نونوا پول دارن چون دندان از آدم ها پول میگیرن آخه چه زرنگم شده میبینی؟ قربونت برم من خب نکن مشکل من خب بشین دیگه تو چی بابا بهار؟ من میخوام پسر بشم چی بشی بابا؟ پسر چرا؟ چون بسرا شیرن مثل شمشیرن دخترا پنیرن دست بزنی میمیرن نخیرن دخترا شیرن مثل شمشیرن بسرا خیلی خوب ول کنین دیگه حالا صاحب کنینم چرا میخوای پسر بشی بابا؟ برای اینکه پسرا ماشو شورده گرده نیست خوب. تو دست آدم باد نمی آخه بابا قربونت برم تو باد کنی نکنی شوهرت نمیدم اصلا بابا یکی بود یکی نبود یک کوکنی بود کوکنی میکرد بابام قصه یک کوکن تعریف کرد که میخواست همه چیز باشه به جز کوکن مثلا میخواست پادشاه بشه خورشید بشه ابر بشه باد بشه کوه بشه اما کوکن نباشه آخرش فهمید کوهجان از همه این چیز قوی تره کوهجان خودش پادشاه همه دنیا بابای من همه کارهای تو دنیا رو بلده جز پای تخت کشورم اونم خودم بهش یاد میدم بابا بابا خدا حافظ بابا یه ساعت با این بچه میرم روزه نایم ببینم آتیش سوزون دیوا رخت مدرسه‌تون رو رچه پو پوش خستون رو اجاقه گوشت با منه؟ بهترانت که اومدن رو نشو مدرسه اینقدر با این تاب ورنه رو میله بالاش لقه کاش اینم صحابی بود اقلا که این نصف روز در دستش نفس راحت میکشتم بهار های دختر آگون بالا چه کامو کنی؟ باری کلا دختر خش بی بی آلا امسن تو چقدر نترسی دختر چه نمیترسی چه گفتی بالا دختر نیارسی بهبه علفه آتی شماره دختر خیلی پاخه نمکه نزی چه پایی کنی نور آفتان تا Ah!
حمله هوایی انجام خواهد شد. محل دار بزرگتر و به پناهگاه بروید. نقاشی بعدیمون رو فرشته فرج الله زاده کشیده، 7 ساله از کرج. بهار نوروزی نقاشی بعدی رو برامون فرستاده. بهار 9 سالشه و از تهران این نقاشی رو برامون فرستاده. یه خانم پرستار یا دکتری که مریضا رو درمان میکنه. نقاشی بعدی از روستای تمچال آستانه اشرفیه فرستاده شده، فرانک جعفری 6 ساله، خورشید و یه